اولین حمله لطیف پترام بالای پشتون ها. با نام خدا و با عرض سلام با مجموعه خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. علی زکی در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: تویت لطیف پترام رهبر حزب کنگره ملی، اگر پشتون ها گزینه فدرالی را نپذیرند، قطعا طرح خودمختاری و ناخواسته ترین حالت کشور به شمال و جنوب تجزیه خواهد شد. این در حالی است که چند دسته در رهبر طالبان گفتگوهای صلح را دشوار می کنند. پارس تودی با گزارش رادیو دری با نقل از خامه پرس: حسین مرتضوی گفت که در حال حاضر میان جنگجویان میدان نبرد و رهبران طالبان در قطر هماهنگی وجود ندارد. با گفته وی تعداد مراکز تصمیم گیری در چند کشور و پنهان بودن رهبر اصلی طالبان بر مشکلات افزوده است. مرتضوی میگوید که طالبان در آستانه گفتگوهای سال 100 پارچه و فاقد طرح و صدای واحد شده است. سخنان مشاور اشرف غنی در حال مطرح می شود که قرار بود نشست استانبول برای صلح افغانستان 16 آوریل 27 حمل برگزار گردد، اما طالبان گفته است که آماده حضور در این نشست نیست. گروه طالبان اعلام کرده تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند، آنان در هیچ نشستی که درباره آینده افغانستان تصمیم گرفته شود حضور نخواهند یافت. موازی طالبان در حال مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بت اهدی در مورد تبعید از توافقنامه صلح دوحه حاضر به خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می 11 ثور نشد. بایدن در هفته گذشته اعلام کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می سال جاری آغاز می شود و تا 11 سپتامبر 23 بالای نیروهای این کشور به طور کامل از افغانستان خارج می شوند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد.